توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سروران گرامی، همانطور که مستحضر هستید در هفته گذشته بحث ما روی امر به معروف و نهی از منکر بود و آیه ای که در اون هفته خوانده شد این جمله بود که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. به زبان انبیا که سبب رحمت هستند، اما وقتی که انسان ها منحرف بشوند اون انبیایی که سبب رحمت هستند دعایشان برعکس می شود و بر انسانهای بد لعنت می فرستند. و علت اون لعنت را الله عزوجلال چهار چیز بیان کرد: یکی نافرمان خدا بودن، دوم به حقوق مردم تجاوز می کردن، و سوم از منکرات نهی نمی کردن، و چهارم اینکه با انسانهای کافر و منحرف اونا دوستی و سازش داشتن. این چهار چیز سبب لعنت اونا شد. بسی که امروز میخوام به حضور مبارک شما بیان بکنم، آخرین ندای خداوند نسبت به مؤمنین هست. در سوره تحریم آیه 8 الله عزوجلال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بأیمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. این آیه 8 سوره تحریم هست. از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عن یکی تقاضای نصیحت کرد، گفت من نصیحت کن. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند که الله عزوجلال در قرآن مجید 80 مرتبه فقط مستقیم مؤمنان را ندا و صدا کرده. اولین ندای خداوند در سوره بقره هست که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لا تقولوا راعنا. بعد میگه که بجای راعنا انظرنا بگوید، واسمعوا به خوبی با دل و جان کلام پیغمبر را گوش بکنید. اونجا علما میگویند که خداوند از جایی که
مورد سوء استفاده دشمن قرار می گیرد یا شبهه‌ای وارد می شود از محل شبهه و اینکه مورد سوء استفاده دشمن قرار می گیرد شما خودداری بکنید، از جای شبهه دوری بکنید. در حدیث آمده رسول الله فرمود الحلال و بین و الحرام و بین، یا حرام و حلال هر دو تا آشکارن. هر شخص حرام و حلال را می داند. بگفته الله متنطاوی اگر کسی بگوید که من حرام و حلال را نمی دانم، یا کودن هست یا خود را به کودنی زده. یک حیوان حرام و حلال را تشخیص می دهد. اگر یک گربه شما غذا می خورید سر سفره شما بیاد، شما غذای را روی کاغذ روزنامه اونجا جلویش بگذارید، امینجا اون را می خورد، می داند که این برای من جایز است و حلاله. اگر شما به اون چیزی ندهید، این بیاد و از داخل کاسه شما گوشت را بردارد، اونجا نمی روند نزدیک شما، نمی خوابد که اون را بخورد، بلکه فرار می کند. یک حیوان می داند که این جایز است و این جایز نیست. سگ و گربه می دانند. اون انسانی که می گوید من حرام و حلال را نمی دانم، خوب و بد را نمی دانم، در وجودش انسانیت نیست، حتی شعور نیست. حرام و حلال آشکارن، هر وجدان آگاهی اونا را می داند، خوبی و بدی را می داند. پس می فرمایند که جایی که شبهه دارد از اونجا پرهیز بکن. این اولین ندا هست. بعد از 89 مرتبه که مفسرین اختلاف دارند، آیا 89 مرتبه یا الذین آمنوا تکرار شده یا 88 مرتبه. آخرین ندا که در سوره تحریم آیه 8 است، خداوند می فرمند یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، رجوع کنید به طرف خدا، توبه خالص، توبه نصوح. این توبه خالص، توبه باشد، توبه خالص باشد، توبه باشد با خلوص نیت باشد. توبوا الی الله توبه نصوحا. وقتی که شما توبه نصوحی بکنید، عسى ربکم، امید به درگاه رب هست که شما به طرف خدا بروید، ان یکفر عنکم سیئاتکم، گناهان شما را خداوند پنهان می کند، می پوشاند، مغفرت می کند. و یدخلکم، اون دفع مضرت هست، دفع ضرر هست، و اینجا جلب نفع هست. و یدخلکم جنات، شما را داخل می کند در باغهای بهشت، اون باغهای بهشت که تجری من تحت الانهار، جوبه ها در زیر درختان و از کنار خانه های شما می روند. شهر نار در بهشت وجود دارد، چنانچه که در سوره محمد یا قتال هست. آب هست و شراب هست و عسل هست و شیر، اونا در اختیار شما هستند. و بهشتی ها هر جا که بخواند یفجرونها تفجیرن، به اختیار خود در هر جا که باشند اونا را می توانند کانال کشی بکنند، لوله کشی بکنند و ببرند. به این سب تجری من تحت الانهار. و اون روزی است که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا، کفار در اون روز رسوا می شوند، اما خداوند رسول الله را و مؤمنان را، خصوصا صحابه کرام را، در اون روز بدنام و رسوا نمی کند. یاران رسول الله، والذین آمنوا معکم، اونایی که ایمان آوردن و در کنار رسول الله هستند، دوشادوش رسول الله هستند،
خداوند در سوره فتح می‌فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء ولا الكفار رحماء بینهم والذین معه. چندین صفت خداوند در اونجا ذکر می‌کند، یکی اشداء علی الکفار، در مقابل کفار اونا از خود انعطاف ندارن، سستی ندارن، مداهنت ندارن و در میان خودشان مهربانن، رحماء بینهم، تراهم رکعن، میبینی در حال رکوعن، حال نمازن، سجدن، این نماز و رکوع اونا ریایی نیست، بلکه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، طلب فضل و رضوان خداوند را طلب می کنند. و بعد می فرمند ذالک مثلهم فی التوراة، مثال صحابه رسول الله و رسول الله را خدا در تورات و انجیل ذکر کرده، امون طوری که در سوره اعراف میاد، مثال حضرت رسول الله را و یاران رسول الله را خداوند در کتاب‌های قبلی ذکر کرده، در تورات و انجیل ذکر کرده. به این علت وقتی کسانی که از روی لجبازی، از روی عناد، از روی محبت دنیا و ریاست و مقام پیغمبر را قبول نکردند، خداوند فرمود ناگر قبول نمی کنند لجبازی هست. و الا صفات شما پیغمبر را چنان میدانند، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطوری که یک انسان فرزند خود را چطوری میشناسد میداند اون را، میفرمایند که اونا پیغمبر را منطوری بهتر بلکه میشناختند. که عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی وقت مسلمان شد گفت ای پیغمبر، من در وجود فرزندم شک دارم، شاید مادرش خیانت کرده باشد، اما در وجود مبارک شما که شما آخرین رسول هستید، آخرین پیغمبر هستید، آخرین اون کسی هست که شما را خداوند فرستاده، من در وجود شما شک ندارم. حضرت عیسی پیغمبر را معرفی کرد و مبشرم به رسولیتی من بعد اسمه احمد. رسول الله همیشه می فرمودند که من مصداق دعای حضرت ابراهیم هم که فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، من مصداق دعای ابراهیم هم، مصداق بشارت حضرت عیسی هم، مصداق خواب مادرم هستم که دید که از وجودش نور فرارب که کل عالم را منور کرد، کل عالم را روشن کرد. خداوند می فرم بله پیغمبر را می شناختند، هم در تورات و هم در انجیل، ذالک مثلهم فی التورات. حالا می فرمان که بله یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معهم نورهم یسعى بین ایدیهم و بی ایمانهم. روز قیامت هر انسان باید از دنیا برای خود نور ببرد، نور از اینجا به امرای ماست، نور بین یدی، نور ایمان است که قلب انسان نور افگنه می شود و جلویش را روشن می کند سر پل، و نور دست راست نور اعمال هستند، نماز است، روزه است، زکات است، حج است، اذکار خداوند هستند، تلاوت قرآن، یاد خدا، اینا همه نورند. نور سمت راست نور اعمال. می فرمایند که اینجا والذین عملوا ما نورهم یسعى بین ایدیهم و بی ایمانهم، زمانی که منافقین هم نور دارند، چون گاهی نماز می خواندند یا کارایی می کردند، وقتی که نور اونا خاموش می شود، چنانچه که در سوره حدید هست، اونا می گویند انظروا الینا نقتبس من نورکم، به طرف ما نگاه بیندازید که تا ما از نور شما استفاده بکنیم، جای حساس از سر پل نور قطع می شود. اونا می گویند وراکم فلتمسوا نورا، دنیا برگردید، نور از اونجا با ما آمده، اینجا جای نور نیست. جاده اگر ماشین خودش چراغ داشته نباشد، چراغ دیگران به دردش نمی خورد، نور دیگران به دردش نمی خورد. اگر ماشین چراغش خاموش شدن، خراب شدن،
همونجا معطل دیگه، نمیتون داخل جاده حرکت بکنه، شب تاریک در برف و بوران و تاریکی کجا میتونه حرکت بکند؟ جاده را نمیبیند، جلوی پای خود را نمیبیند. در اینجا است که نور اونا که وقت خاموش میشود اونا میگویند یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ای خدا نور ما را کامل بگردان، واغفر لنا، خداوندا ما را مغفرت کن، انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی که بخواهی قدرت. این دعای مؤمنان هست و بس روی توبه هست. این آخرین ندای قرآنی است. قرآن خیلی عجیب منظمه که آخرین ندای قرآن میگوید ای مؤمنان شما توبه بکنید، به طرف خدا برگردید. خود معنای توبه رجوع هست، رجوع کردن. بنده اگر منحرف بوده به طرف خدا رجوع بکند، به طرف دین الهی رجوع بکند، به طرف سنت رسول الله رجوع بکند، به طرف خوبی ها رجوع بکند. این معنای توبه هست. از حضرت عمر یک سوال کرد رجوع چی هست که انسان رجوع بکند؟ توبه درست کدام توبه؟ خب توبه درست الان شرایطش من میگویم که توبه درست کدام توبه هست. و در ریاض الصالحین باب توبه آیات زیادی را آورده، احادیث زیادی را آورده که خداوند می فرمایند شما توبه بکنید به طرف من برگردید. و جمله معروف هست که می گویند نماز را بخوانید قبل از فوت، قبل از اون که نماز فوت بشود، قضا بشود، نماز خود را بخوانید و توبه بکنید قبل از موت. توبه قبل از موته، قبل از موت باید انسان توبه بکند. و توبه رجوع کردن هست. و اگر خدا یک نامش، یک صفتش تواب هست، تواب صیغه مبالغه، بسیار رجوع کننده به طرف بندگان خدا. بازا بازا هرانچه هست باز آ. اگر گبر و بت پرست باز آ. دیگه بزرگ میگوید هر که خواهد گو برو، هر که خواهد گو بیا، گیر و دار و حاجب و دربان در این درداری است. دربانی نیست که جلوی شما را بگیرد چرا برای توبه آمد. یک اداره ای بروید، یک مکانی که اونجا دولتی است بروید، ببینید شما کارت شناسایی میخوان، شما را بازرسی بدنی میکنن، یا میگذارند یا نمیگذارند. اما به درگاه خداوند هر زمان که رجوع کرده گیر و دار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. توبه معنای رجوع هست که خداوند در قصه حضرت آدم فرم فتاب علیه، بر آدم رجوع کرد، انه هو التواب الرحیم، خداوند تواب و رحیم هست. معنای توبه رجوع کردن هست. علما میگویند از چه مسائل انسان رجوع بکند؟ اول میگویند که رجوع از کفر و شرک هست. شرایط توبه را اول بگویم. شرایط توبه را علما بعضی چهار تا گفتند، بعضی از بزرگان شش تا گفتند که من اینا را میگویم. شرایط توبه این است که اول انسان از گناه خود را بیرون بکند. مرتکب گناه شدن دیگه انوز و اون گناه مشغول توبه معنا ندارد. الاقلاع، الاقلاع یعنی کشیدن عن المعصیه، از گناه خود را بکشد. حتی ذوق و شوق اون گناه هم در دلش نباشد. مولانا روم جمله دارن
میگه مصبه بر کب، توبه بر لب، تسبیح به دست من است، توبه بر لب من است، دل پر از ذوق گناه. مصبه بر کب، توبه بر لب، دل پر از ذوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. اون استغفار ما معصیت هم می خندد، اون گناه هم می خندد. بر زبان تسبیح و در دل گاو و خر. بر زبان تسبیح و در دل گاو و خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر. میگن اول تخلیه بعدن تحلیه. یه خانه ای را میخواید که رنگ روغن بزنید، اول باید تمیزش بکنید بعدن رنگش بزنید. یعنی انسان که میخواد توبه بکند، برود غسل بکند، بیاد دو رکعت نماز بخواند و بعدن گریه بکند و گناهان گذشته خود را بیاد بیارد که رسول الله یک شخص فرمودن وبک علی خطیئتک، بر گناهان گذشته همیشه گریه داشته باش. سه چیز فراموش نکن، نه الله ذوالجلال را، نه گناهان خود را، نه مرگ خود را. این سه چیز فراموش نکن، الله را فراموش نکن، گناهان خود را فراموش نکن، همیشه جلوی چشم شما باشند و گریه کن و سم از مرگ غافل نباش. شرایط توبه، اول بیرون آمدن از گناه، دوم ندامت برگذشته، و سوم این که به طرف گناه دوباره بر نگردد. از حضرت عمر فاروق که سوال کرد چطوری به طرف گناه بر نگردد، حضرت عمر به اون ظرف داد و برو شیر اون حیوان را، گاو بود شطوری بود، گاو میگه گرو بیا نرارا داخل اون ظرف دوشید و آورد و بله شیر آوردم. سوال من جواب ندادی تو، چطوری من دوباره به طرف گناه بر نگردم؟ و خیلی خواهم این شیره را ببر دوباره داخل پستان اون حیوان جا بده. ممکن نمیشه، دست پستان میشه و شیر را کشید، ما دوباره قدرتی کسی نیست که این شیره را دوباره داخل پستان اون حیوان قرار بده. بس برنگشتن من طوری، از گناه که خارج شده دوباره به طرف گناه برنگرد. واسه میگه لا یعود الیه ابدا، ابدا به طرف گناه برنگردد. که مولانا روم در ضمن این آیه سوره تحریم قصه طولانی را به نام نسو یاد میکنم. نسو نام شخص بود، این محاسن و ریشی نداشت، به امام زنان میرفت و اونجا خرابکاری میکرد. یک روز در داخل حمام یک زیور گم میشود، گفت همه این زنان را بروید و باز رسی بدنی بکنید. نگه بیچاره شدی باز رسی بکنید، میگه تو مردی چرا به حمام زنان آمده؟ همونجا گریه و زاری را شروع میکن. خدا من را رسوا نکن، توبه کرد. خیلی قصه طولانی است در مثنوی معنوی مولانا. آخر یک نفر به اون میرسد، اون زیور پیدا میشون، دیگه بله زیور پیدا شد. ولی دوباره اون خانم هایی که با اونا ارتباط بد داشته، میگه بیایید الان دیگه خلوته، میگه نه من توبه کردم. دوباره بر نمی گردم. هنچی او پنهان بود پیدا شود، هرکی او خائن بود رسوا شود. کارها با خلق و آری جمله راست، با خدا تزویر و حیله کی رواست؟ با خدا نمی شود تزویر کرد، حیله کرد، خدا را فریب داد. خدا فریب نمی خورد. اونایی که گمان میکنند خدا را و مؤمنان را رسول الله را فریب میدن، خود اونا بیشور.
خود اونا چیزی ندارن. جمله معروفی است، بگه یکی بر سر خود نمیتوانم کلا بگذاریم، یکی بر سر خدا. چرا؟ برای اینکه خود ما خود را میشناسیم. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان بر خودش از همه بیناتره. من آنم که من دانم، یکی بر خدا. مکرو و مکر الله والله خیر. رسول میگوید توبه کردم که دوباره بر نگردم. خدا یک مرتبه من نجات داد. این سه شرط. شرط چهارم علما گفتند، چنانچه که در ریاض صالحین امام نووی میفرمند، شرط چهارم حقایق ادای حقوق انسان هاست. اگر کسی به حج برود، خداوند مغفرتش میکند، مگه حق مردم مغفرت نمیشود؟ مال مردم را خورده ای، یکی را کوش داده ای، دشنام داده ای، اذیت و آزارش کرده ای، از دست و زبان شما اذیت و آزار دیده، اون باید خودش را بروی راضی بکنید. یا بگوید بیاید از من انتقام بگیرید، یا همون دینش را ادا بکنید، یا من حلال کنید. الان رسم شده بعد از مرگ عکس اون میت را میداد، حلالم کنید. هر چی توانسته در وقت زنده بوده به مردم اذیت و آزار رسانده، الان روی عکست بنویسند که حلالت کنم. روی عکست بنویسه که حلالم کنید. همه اون عکس هم که ببینند که میگن اگر شخص بده باشد، میگن لعنت بر تو. جنازه را رد کردند، همه گفتند آدم خوبی بود، انسان خوبی بود. پیغمبر فرمود وجبت وجبت وجبت. چه گوبهش؟ برای چی که نه تعریفش کردن از توی دل نکر ریایی. بعض وقت بعد رسم جنازه را میخوان، میگه چطوری آدمی، چطوری انسانی بود، چطوری آدم بود؟ خیلی خوب بود. بعضی میگن لعنت بر این، خودش کجا بود؟ اون که میگه به دامار، میگه خیلی خوب بود. و دل بگه لعنت بر تو که هرچی شر بود زیر سر شما بود، هرچی شر بود زیر سر امین مرده کسیب بود. کجا اون خوب بود؟ اونه که مردم از توی دل گریه میکنند و میگه خوب. واقعا انسان والا مقام. بعد از مرگ ما حلالی؟ نه. پیغمبر در حجت الوداع فرمودند که خداوند این رای که در میدان عرفات استادان اینا را مغفرت کرد، همه را مغفرت کرد. دوباره گفت الا الدین، مگر حق مردم. قاله جبرئیل، برای من جبرئیل الان گفتن را دین مردم را از خود اونا بروید یا ادایش بکنید، یا از اون حلالی طلب بکنید، همون جا که یا قدرت میدید بر خود که از شما انتقام خود را بگیرد. بلی شرط چهارم امین است که اگر بر مردم ظلم کرده، ستم کرده، اون شرط چهارمش هست. شرط پنجم این است که شما اون دوستای بدی که شما را به طرف معصیت بردن، به طرف گناه بردن، شما را شریک جرم خود کردن، از اون دوستان دوری بکنه، از اونا دوری بکنه. و اون ترک دوستان ناباب و معصیتکار هست. بگن این پنج شرط هستند. حتی پیغمبر گروه آمدن مسلمان شدن، پیغمبر گفت که شما اون ظرفه هایی که در اونا شراب میخوردید، اون ظرفه ها را مشکنید، نابود بکنید، که شما را به طرف اون مشروب خاری دوباره اینا وادار نکنن. ظرفی که در اون شراب خورده ای، اونا میبینی می یک مرتبه بیاد اون شراب خوردن میفتی. اگه یک معتاد میخواد ترک اعتیاد بکند، باید اون اسباب، بگم اون ورق چی میگوین، زرد ورق و اون سنجاق و سوزنش را باید کد بیندازه دور. اگه اون اونا جلوین شفق و چلیمش جلویش باشه، باز دوباره دیگه
مگر دل مخمخ کندواری دوارک کا امکان شید ان دیکھیں دوبارہ وہ دارش میکنن ان کی ترک احتیاط کردہ باید ہم ان اسباب و آلات احتیاط رہا ہم بش کند و بی اندازت کے دوارہ چشمش بے ان نہیں افتاد دوستان راباب رہا باید ویل میکنن باز حضرت علی سوال کردن توبہ نسو چیز در تفسیر مظہریت فرمود توبہ نسو شش چیز هست یک پشیمانی از اعمال گذشته دو ادای فرائض پوش شده روزه شما پوش شده نماز شما پوش شده زکات شما پوش شده حج شما پوش شده باید اونا را به جا بیارید این دو و سوم گفت که استرداد حقوق مردم و مظلومین از کسی مالی خورده اید بر سرش ظلم کرده اید باید بروید اون را پس رد بکنید این سه چهارم گفت که بله طلب عفو از کسانی که از دست و زبان شما اذیت دیدند و پنجم گفت تصمیم قطعی بر ترک معصیت تا زمانی که زنده هست این تصمیم قطعی داشته باشید و ششم همون طور که در زمان گناه نفس و وجود شما شوق و ذوق به طرف گناه داشت اونا را ترک بکن همون اندازاران ذوق و شوق شما به طرف عبادت و اطاعت الله عزوجلال باشد فرمود که این شرایط توبه نسو هستند و الان علما میگویند که توبه اول از کفر و شرک هست که انسان از کفر و شرک توبه بکند و دوم توبه از معصیت هست توبه از معصیت و سوم توبه از اون چیزی که انسان در اون کوتاهی داشته اونا را به جا بیارد اما دو جا را بدانیم که توبه قبول نمی شود علما گفتند یکی دو چیز مورد قبول نیستند خدا نمی پذیرد یکی ایمان باس توم توبه یأس ایمان باس وقتی که یک کافر عذاب را می بیند توبه می کند می داند که انبیاء خوب راست می گفتند خداوند در قرآن می فرمید در سوره یونس که قومی هیچ توبه هیچ قومی را ما قبول نکردیم به غیر از قوم یونس وقتی که عذاب آمد اونا را عذاب داد و الا همه کفار همونطور که در سوره آل عمران اون که هیچ کسی نیست الا یؤمنو بهی به خدا ایمان میاره نمونه ایمان بس فرعونه فرعون در تمام عمر ادعا داشت انا ربکم الاعلا بالا دستر از من کسی نیست همه را گفت که فقط برای من سجده بکنید هرچی که من میگویم حرف من را داشته باشید حرف موسی را قبول میکرد حرف دیگران را قبول میکرد موسی وقتی که بنی اسرائیل را اذیت و آزار میکرد اونا شبانه رفتند وقتی که رفتند از دریای قلزم عبور کردند از این دریای سرخ عبور کردند از طرف مصر به طرف فلسطین که طرف شرق بود این طرف آمدند فرعون با لشکر خودش سر دریا رسید این چیز عجیبیه داخل این دریا 12 تا راد رو شده اینا چطوری عبور کردند فرعون گفت که اینجا تلعه هست من نابود میشم آخر یک شکل خوب آمد داخل دریا همین که آمد فرشتگان موت آمدن که روح فرعون را بگیرن در اونجا قرآن میگوید که حتی اذا ادرک الغرق تا که فرعون را غرق شدن گرفت قال آمنتو من ایمان آوردم
انه لا اله الا الذي بغير الله دیگه معبود نیست الا الذي امنت به بنو اسرائيل مگر من خدایی که بنی اسرائیل ابون ایمان آوردن و انا من المسلمین سه مرتبه فرعون ایمان آورد آمنت یک لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمین آیه پشت سر میاد این آیه 90 هست آیه 91 میاد الان ایمان میاریم این الان ما و شماست الان وقد عصیت من قبل و کنت من المفسدین جلوتر نافرمان خدا بودی نافرمان رسول خدا بودی فاصا فرعون الرسول الان بگی ایمان آوردم نه امروز ایمان الان فایده ای نداره در آخر سوره انعام و در آخر سوره مؤمن اونجا هم خدا می کسانی که قبلا ایمان ندارند وقت عذاب ایمان برای اونا فایده ای ندارد کسی که عالم آخرت را مشاهده کرد الان توبه می کند اون توبه فایده ای ندارد در سوره نساء الله عزوجلال در آیه 17 و 18 می فرمایند که اون کسانی که معصیت کارند میگویند توبه اون توبه فایده ندارد توبه برای کسانی هست که قبل از مردن توبه میکنند قبل از اینکه عالم آخرت را مشاهده بکنند توبه یأس ناامیدی که از دنیا ناامید شده و ایمان بعث میگه مورد قبول نیست لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضرهم الموت وقتی که موت قال اینی تبت الان میگوید الان من توبه کردم وللذین یموتون و هم کفار نه اون کسانی که میمیرند و کفار هستند توبه اونا هم قبول نمی شود میفرماین که اولائی که اعتدنا لهم عذابا علیما عذاب علیم یعنی اجده و های هبده سوره نساء من مسئله را توبه قبل از مرگ هست قبل از اینکه انسان بمیرد توبه بکند اگر حقوق مردم از خدایش بکند اگر معصیت خداست با اون شرایطی که من بیان کردم این انسان توبه بکند و توبه نصوح من توبه خالص هست و خود توبه رجوع کردن به طرف الله عزوجلال هست و قبل از اینکه بمیریم از گناهان خود توبه بکنیم چون مرگ را نمیدانیم کی هست هر چیز سریعتر انسان ادای فرایض بکند اعمالی که از انسان پوز شدن توبه بکند حق مردم را ادا بکند بهتر است و بالاتر و افضلتر و امین لازم هست اما اینکه بگذارد که من کی میمیرم اونجا باز گوید که حلالم کنید دیگه اون فایده ای ندارد مسئله که امروز میخوام بگویم این یکی روز و افته خبرنگاران هست در جامعه باید سه گروه آزاد باشند تا انتقاد بکنند و مستقل باشند یکی خبرنگاران روزنامه نگاران چیزی را که میبینند باید بگویند تا مسئولینی که کوتاهی دارند اون کوتاهی‌های خود را جبران بکنند و همچنین علما باید آزادی بیان داشته باشد که انتقاد بکنند از کسانی که در امور محوله خود کوتاهی دارند تکبیر اگر همیشه ما از افراد تعریف بکنیم اون جامعه فاسد می شود و این تز بود که یهودی ها داشتند و یحبون ان یحبنوا بما لم یفعلوا دوست داشتن که فقط از اونا تعریف و تمجید بکنید اون کاری را که حتی انجام نداده بودن اون کاری را که انجام نداده بودن دوست داشتن که بگن اینا چنین و چنان هستن بگن امام ابو حنیفه رحم الله رای می رفت یکی گفت که این شخصی است که شب اصلا نمی خوابد شب را عبادت می کند میگم ابو حنیفه گفت که من که میخوابم حالا این که اون طوری گفت
من دیگه مغرور میشم که دیگران مرا تمجید کردن که این شب نمیخوابد و عبادت میکند. باید من مطابق ظن مؤمنینم اون کار را داشته باشم، شب باید با عبادت رد بکنم. اصلا خبرنگاران باید مستقل باشند، اگه انتقاد کردن، نقد کردن، اونا باید تشویق بشوند که این چیزی که گفته یک شخص میگن گناه و جرم دار، یکی آمد و از اون انتقاد کرد، گفت جزاک الله که چشمم باز کرد، من چشمای من بسته بود، این عیوب خود را نمیدیدم، جزاک الله که چشمم باز کردی، منا با جان جان امراض کردی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه می فرمایند که بهترین دوست من کسی هست که عیب من را به من تذکر بده، عیب من را به من بگوید، من اینجا عیب خود را اصلاح می کنم. صورت شما سیاه هست، داخل آینه نگاه می کنید، نصف صورت شما سیاه، آینه را نمی شکنید که چرا من سیاه نشان داده، خودت سیاه بودی. بعد از آینه تشکر بکنه که چهره کریمن را به من نشان داده. المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن هست. عیبی را اگر ببیند و تذکر ندهد، یا این گناهکاره، اگر تذکر بدون اون عمل نکند، اون مجرم و گناهکاره. جزاک الله که چشمم باز کردی، من ابا جان جانم. قوه قضایه باید استقلال داشته باشد تا تأثیر هیچ ارگانی، هیچ گروهی قرار نگیرد. اون چیزی که عدل و عدالت است، من قاضی اجرایش بکنم، قاضی با اجرایش بکند. و پیغمبر انتقاد پذیر بود، یکی از پیغمبر دینی میخواست، یهودی آمد یقای پیغمبر را گرفت، شما گفت قریش و بنی هاشم وقتی که قرض میکنید از کسان چیزی میگیرید، خیلی خوشحال هستید، اما وقت پرداخت مماطله و تعطل دارید، شما تعلل دارید. صحابه خصوص حضرت عمر گفت یقای پیغمبر رها کن، اگر پیغمبر با شما نزدیک نبود گردن شما را می زدم. پیغمبر تبسم کرد و عمر من اون به دیگه چیز نیاز داریم، نبا گردن زدن این، اون حرف برطرف نمی شود. تو به اون بگو به خوبی دین خود را بگیرد، یا غیب را نگیر، به من بگو به خوبی دین اون را بدهید، اگر سر و صدا کردن حق ما اون هست، ان لصاحب الحق مقالا، این حدیث رسول الله، صاحب حق سر و صدا دارد، اون که حقش ضایع شده سر و صدا داره، خدا به اون اجازه داد، الله يحب الجهر لا يبر الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند سر و صدا را دوست ندارد، کسی که مظلوم شده باید سر و صدا بکند، حقش ضایع شده باید سر و صدا بکند، و اون ظلم شده باید سر و صدا بکند. اِنَّا لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. و ای بلال برو دین این را بده، این قدرم اضافه بون اکرامش کن. و اکرام برای چی گوین که مسئله ما به جنجال و سر و صدا کشید. ولی این خلق رسول الله بود که اون یهودی گفت من در کتاب های پیشین در تورات دیده بودم که همه صفاتی که من دیده بودم در وجود شما بود، بگه این که یک گستاخی من شما را غضبناک می کند و به انتقام در میاد، یعنی گذشت و عفو دارید، رؤوف و رحیم هستید، همه شاید باشید که من کلمه طیبه را می خوانم، مسلمان شد. خلق نیکوی رسول الله دشمنان سرسخت رسول الله را به اسلام می آورد. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج گروه گروه در دین خدا داخل می شود. و پیغمبر این قبول می کرد سر و صدا را که به حق بود.
خلفای راشدین قبول می کردن. جمله معروفی حضرت عمر که خطبه می خواند گفت اگر من کوتاهی داشته باشم، تقصیری داشته باشم، شما با من چه رفتار می کنید؟ از انتهای مسجد یک آدم سارایی بلند شد، شمشیر خود را بیرون کشید و با این شمشیر کج ما شما را راست می کنید. حضرت عمر گفت الحمدلله که در امت رسول الله کسانی هستند که عمر اگر کج روی بکنه راستش می کنید. راوی می گوید که رحمک الله یا عمر، خدا شما را بیامرزد. این یک کس، یک شخص عادی از رعیت شما شمشیر به روی شما می کشد، شما الحمدلله می گوید. یه حضرت علی یکی گفت که من شما را می کشم، نمی گذارم که شما زنده بمانید. اون کسانی که در کنار حضرت علی بودن گفت بگذاره که این را ما تنبیهش میکنیم، شما را می کشد. گفت اقتل و قاتلی، قصاص قبل از جنایت هست. من کشت و راست دارم، اونا اگر بخشیدن یا بخشیدن، اگر قصاصش هم کردم به حق اونا هست، من چطوری کسی که من نکشته اونا بکشم؟ قصاص قبل از جنایت همین را میگوید. اینا نمیتوانم. این عدالت حضرت علی بود که یکی به تهدید به مرگش میکند، میگوید نه من نمیتوانم، بگذارید برم ویدش کن، مثلا بازنرسش هم نکن، بگذارید تا برود. خلفای راشدین انتقاد پذیر بودن. حضرت ابو بکر سر منبر گفت که قویمونی، من اگر من کج شدم من راست بود. این بود که خلافت اونا ضرب المثل عالم شده، خلافت اونا ضرب المثل عدالت و عدل شده. و همچنین تقاضای ما این است که زندانیانی که چه سیاسی هستن چه عقیدتی، همه باید آزاد بشوند. تکبیر و اعدام ها توقف پیدا بکنند. از یک طرف ما میگوییم که انتخابات نزدیکه، انسجام ملت و مردم را میخواهیم، و از طرف دیگه روز به روز رو مواشد بیشتر بشود، اعدام ها بیشتر بشود، مردم به ما رای میده. به این دل خود را خوش نکنیم که هنوز هفته وعده شروع نشده در فلان استان جمع شدن علمای شیعه و سنی و سفید ریشان و فلان، و هفته وعده تشکیل دادن در فلان استان جمع شدن. شما اونا را جمع می کنید، خدا می داند اونا را بدنام می کنید. تکبیر بدنامی خود اونا است. مردم می گوید اونا مزدور و کاسلی هستن. تکبیر با اونا دل خود را خوش نکنید. باید ملت، مردم در کنار ما باشند، از توی دل ما را بخواهند، از توی دل ما را قبول داشته باشند، و ما را بدانند که ما عدالت داریم. خود ما و فرزند ما و اطرافیان ما در مقابل قانون امونطوری هستند که یک دشمن ما در مقابل قانونه. یک انسان عادل اطرافیانش نباید گستاخ بشوند، دست به جنایت و رانخاری و پولشویی بزنند، و نه دشمنانشان حراس داشته باشند که من به دست این افتاد من نابود میکنم. عدالت اسلامی این است که نه دشمن از شما بترسد، نه دوست از شما توقع داشته. تکبیر. و آخرین مسئله این است که بی آسیب دیدگان سیل بلوچستان، که واقعا روز به روز اون آسیب ابعادش گسترده تر می شود به اون خانواده های آسیب دیده و غم دیده و غم زده که همه چیز خود را از دست دادن، فرزندان و سرپرستان خود را از دست دادن. به اونا به جدی رسیدگی بشود و به خوبی رسیدگی بشود که
اونا اگر عزیز را از دست دادن، ماشین را از دست دادن، سرمایه خود را از دست دادن، اونا احساس سرخوردگی و فقر و بیچارگی نکنن. این رسیدگی باید جدی باشد، اون ابعاد اون مصیبت باید رسیدگی بشود. اینطوری نباشد که یکی بددار نیست. گفتم گازوئیل نمیدن از خودم خوره را هم راست بکنن، خود را فرار بکنن تا جای اون را برساند و از طرف دیگه با تانکر و با لوله سرمایه ملی ما بچاق بشود. هر دو تا باید یکسان باشند. یکی گفت اون که افتابه را دزدیده هم دزده، اونی که صدها میلیارد تومان دزدیده اونم دزده، اما این دو تا دزد با هم دیگر فرق دارند دیگه. اون مجازاتش چند اندازه است؟ این اون ابردوز چند اندازه مجازات بشود؟ اون بیچاره ای که افتابه را دزدیده چند اندازه مجازات بشود؟